سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدین. امروز قراره با هم بریم سر وقت سمبول شناسی انیمه، یعنی انیمه دفترچه مرگ، که میدونم خیلیاتون این انیمیشن رو دیدین و میدونم که خیلیاتون متوجه یه سری از سمبول ها شده بودین، مثل استفاده از سیب که همه جای این انیمیشن پر از سیب بودش و خیلیاتون متوجه تیتراژ انیمه شده بودین که از تابلوی آفرینش انسان اثر میکلانج الهام گرفته شده بود، با این تفاوت که به جای دفترچه از سیب استفاده شده بود، یعنی که اصلا توی تیتراژ فیلم متوجه این شده بودین که سازنده ها قشنگ نشون میدن که دفترچه به سیب تبدیل میشه و دوباره سیب به دفترچه تبدیل میشه. این موضوع قطعا توجه خیلیاتون رو جلب کرده بود، خیلیاتون هم یه نشونه هایی رو دیده بودین ولی درک نکرده بودین که مثلا این چه معنی میتونه داشته باشه. مثلا اونجا که ال پای لایتور رو شستش برای خیلیاتون عجیب بود که این چه کاری بود این وسط. حالا امروز قراره توی این ویدیو بریم سر وقت همین سمبول ها و با هم کشف کنیم که نویسنده این سریال چی میخواسته ما بگه و فلسفه پشت این انیمیشن چیه. پس کمربندای خودتون رو ببندین که قراره بریم در اعماق کتاب جمهور نوشته افلاطون. You think I'm evil? I am justice. خب قبل از اینکه شروع کنیم در رابطه با این انیمه صحبت کردن، طبیعتاً باید بهتون هشدار اسپویل بدم. این ویدیو کاملاً داستان سریال، مخصوصاً انتهای سریال رو اسپویل می‌کنه. و همین که اگه هنوز کسی هستید که این انیمه رو ندیدین، من بهتون سایت TVD رو پیشنهاد می‌کنم. به طور خلاصه اگه بخوام بگم، عملکرد این سایت درست مثل نتفلیکسه. هر فیلم و سریالی رو که بخواید میتونید توش سرچ کنید و ببینید، هم به شکل آنلاین هم بدون سانسور و با زیرنویس فارسی. اگرم دوست داشتید میتونید فیلم‌ها رو دانلود کنید. توضیحات بیشتر در رابطه با این سایت هم تو بخش توضیحات. اما فلسفه دفترچه مرگ توی داستان‌های معروف خیلی هاشون نکات فلسفی دارن، مثل ارباب حلقه‌ها، ماتریکس، همین اتکان تایتان. ولی اینطور نیستش که نویسنده‌ها بیان اول داستانو بنویسن بعد بیان لابلای داستانشون نکات فلسفی بذارن. تمام این داستانا اینطوریه که اول یه نکته فلسفی رو برمی‌دارن و برای این موضوع فلسفی شروع میکنن داستان گفتن. فلسفه ای هم که نویسنده های انیمه دفترچه مرگ بهش توجه کردن، فلسفه یونان باستان در رابطه با مفهوم عدالت که تمام این داستان حول محور این میچرخید و کلی هم بهش اشاره شد. این که الان توی انیمه داره به مفهوم عدالت توجه میشه اصلا چیز جدیدی نیستش توی سینما، هزاران فیلم بوده که در رابطه با این موضوع صحبت کرده. ولی کاری که دفترچه مرگ میکنه این که یه خود متفاوته، اونم معنی کلمه عدالت رو شروع میکنه به چالش کشیدن. اما اینکه این مفهوم از کجا میاد، همه چی برمیگرده به کتاب جمهور و اختلاف نظری که سقراط و افلاطون با همدیگه داشتن. توی کتاب جمهور افلاطون نگاه‌های خیلی مختلفی نسبت به مفهوم عدالت داره، هی تعریف‌های مختلفی از عدالت میکنه و دائما هم توی دورایی‌های اخلاقی و فلسفی گیر میکنه، که اتفاقا نویسنده هم روی این موضوع دقت کردن و توی خیلی از قسمت‌های انیمه بودش که لایتو با خودش دچار درگیری میشد و سر دورایی‌های اخلاقی گیر میکردش، که اتفاقا این دورایی‌هایی که سرش قرار میگیره ما رو یاد یه داستان معروف دیگه هم میندازه. داستان ارباب حلقه‌ها و دفترچه مرگ از خیلی جهات به همدیگه شبیه هستن، چون جفتشون از یک داستان واحد در یونان باستان دارن میان، یه داستان به اسم حلقه گایجیز. تو این داستان به طور خلاصه اگه بخوام بگم، یه فرد عالم و خیلی با اخلاق یه حلقه جادویی پیدا میکنه که وقتی دستش میکنه نامرئی میشه، یعنی دقیقاً عیناً داستان ارباب حلقه، و این آدم هم میره با این حلقه پادشاهو میکشه و با قدرتی که این حلقه بهش میداده به پادشاهی میرسه و با ملکه ازدواج میکنه. این داستانو فیلسوفای زمان یونان باستان خیلی ازش استفاده میکردن، چون پیام اخلاقی که این داستان میخواد بگه اینه که آدما وقتی به قانون احترام میذارن که زیر نظر بقیه باشن و وقتی یه راهی پیدا بشه که دیده نشن، خیلی راحت قانونو دور میزنن و مفهوم عدالت براشون تغییر میکنه. و این حرفا دقیقا توی انیمه هم تکرار میشه. Humans will always try to maintain appearances when they're in public. That's just how we are. But on the internet, where you can remain anonymous, support for Kira is growing. اتفاقا ارباب حلقه هم بارها ما اینو نشون میدادش که داشتن حلقه قدرت چطور آدما رو فاسد میکنه. حالا تالکین توی داستان خودش از همون مفهوم حلقه استفاده کرده بود، ولی نویسنده‌های دفترچه مرگ حلقه قدرت رو توی داستان خودشون تبدیل کردن به دفترچه مرگ. اینجا توی کتاب یه موضوع مهم نوشته میشه، اینکه افلاطون عدالت رو اینطوری تعریف میکنه که عدالت یه قرارداد اجتماعیه که باعث میشه آدمها به خاطر این قرارداد به قانون احترام بذارن و به همدیگه آسیب نزنن. عدالت رو این میدونه که برای ساختن عدالت باید اول خود عدالت رو تعریف کنیم، بگیم اصلا به چی میگن عدالت، و بعد باید کاری کنیم که همه این عدالت رو رعایت کنن. و اینجاست که توی داستان ما شخصیت لایتو دفترچه مرگ رو پیدا میکنه، یعنی کسی که برای خودش عدالت رو تعریف کرده و ادعا میکنه که میدونه عدالت یعنی چی.
and those who are making it rot deserve to die. Someone has to do it, so why not me? حالا اینجاست که سمبول‌های مختلف توی داستان شروع می‌کنه نشون دادن و داستان با سمبول‌های خودش به ما نشون میده اگه شما کسی هستی که مثل افلاطون فکر می‌کنی چه آینده‌ای در انتظارته. و نویسنده‌های داستان به وضوح مخالفت خودشونو با تفکرات افلاطون نشون میدن. توی تیتراژ می‌بینیم که اول داستان لایتو داره قدم می‌زنه و کبوترها کنارش دارن پرواز می‌کنن. ولی وقتی که دفترچه رو پیدا می‌کنه کبوترها تبدیل میشن به کلاغ که توی سینما کبوتر همیشه نماد صلح و آرامش و پاکدامنیه. ولی کلاغ دقیقاً نقطه مقابلشه و توی سینما همیشه کلاغ نماد نحسی و پلیدی و شومیه. واسه مهمتر داستان برای نشون دادن خطرناک بودن این افکار میاد دفترچه رو به شکل سیب نشون میده که اصلا توی تیتراژ سیب به دفترچه تبدیل میشه بعد دفترچه به سیب تبدیل میشه که سیب توی سینما یا نماد خرده یا نماد گناه ممنوعه. اگر یه فیلم بخواد از سمبول‌های مسیحیت و مذهبی استفاده کنه سیب نماد گناه ممنوع است، یه گناهی که انسان‌ها اصلا نباید انجامشون بدن که توی این داستان سیب نماد گناهی هستش که هیچ کس نباید انجامش بده. توی انیمه دفترچه مرگ سیب همه جای داستان هستش، ریوک دائم سیب میخوره، باز توی تیتراژ به این سیب اشاره میشه و اینکه میاد یه تصویر رو نشون میده که از تابلوی آفرینش اثر میکلانج الهام گرفته شده. توی این تابلوی که میکلانج کشیده خدا و حضرت آدم به تصویر کشیده شده و اینجا توی تیتراژ ریوک که یه جورایی مثل نماد شیطان میمونه داره این گناه ممنوعه رو به دست لایتو میده. و نویسنده این داستان تفکرات افلاطون رو به میوه ممنوعه که اصلا نباید نزدیکش بشی تشبیه میکنه. تفکراتی که میگه که انسان ها به ذات آدم های بدی هن و باید یه سیستم عادلانه برای سرشون طراحی بشه و آدم ها مجبور باشن که این سیستم رو رعایت کنن. تفکراتی که تو طول تاریخ خیلی انجامش دادن. اصلا سبک لایتو برای برقراری عدالت توی جامعه همون سبک کلیسای عصر قرون وسطاست که با کشتن میلیون ها نفر خواستن یه جامعه آرمانی بسازن ولی به همون سرنوشتی دچار شدن که لایتو داستان ما دچار شدش. سبکی که خیلی از ادیان پیش گرفتن و گناهکاران رو به خشن ترین شیوه ممکن کشتن. Kira has become law in the world we now live. He's the one who's maintaining order. I have become justice. اما هنوز با داستان کار داریم. اینجا نویسنده های داستان شخصیت ال رو وارد داستان میکنن که اگه لایتو نماد تفکرات افلاطون باشه ال نماد تفکرات سقراطه. این دوتا فیلسوف توی دنیای واقعی هم همینقدر متضاد و مخالف همدیگه بودن که اتفاقا این دوتا شخصیت داستان ما هم دائما توی سریال تاکید دارن که جفتشون نماد عدالتن. I am Justice. اینجای داستان تیم سازنده‌ها برای نشون دادن تضاد بین این دو نفر خیلی خوب عمل کردن. لایتو همیشه چشماش رنگ قرمزه، مخصوصا موهاش، ولی ال همیشه رنگش آبیه، هم چشماش هم موهاش حتی لباسش همه چی رنگش آبیه، حتی انگاری یه حاله آبی هم انگاری دورش کشیدن و قشنگ این رنگ قرمز و آبی تضاد بین این دو نفر رو نشون میده. ولی مثلا دوست دختر لایتو خیلی اوقات هر دو تا رنگو با هم دیگه داشت، مثلا موهاش آبی بود چشاش قرمز بود، چون که این آدم مثلا به ذات بد نبود ولی چون مورد سوء استفاده دیگران قرار میگرفتش کارهای بدی انجام میداد. اما ال توی این داستان همونقدر که لایتو فکر میکنه نماد عدالته، ال هم همونقدر خودش رو نماد عدالت میدونه و جملاتی که ال میگه دقیقاً تفکرات سقراط رو بیان میکنه. یه جا توی سریال هستش که لایتو از ال میپرسه که عدالت چیه و اینجا ال در پاسخش میگه که بازداشت کسی که دفترچه مرگو داره یعنی عدالت. این دقیقاً تفکرات سقراط بوده. توی تفکرات این فیلسوف جامعه خودش در حالت تعادل قرار داره، نیازی نیستش که شما براش تعادل ایجاد کنید. توی این تفکرات آدم‌ها به ذات خوبن و کاری با هم دیگه ندارن، یعنی دقیقاً برعکس تفکرات قبلیه. ولی سقراط میگه که برای اینکه عدالت تو جامعه برقرار بشه باید بی‌عدالتی رو کشف کرد و از بین بردش تا دوباره جامعه به تعادل برسه. یعنی عدالت مساوی هستش با کشف بی‌عدالتی، نه اینکه کسی بیاد خودش عدالت رو تعریف کنه. و این یعنی حرفی که انیمه میخواد بزنه اینه که تفکرات مدرن با مفاهیم سنتی و زیانباری که از عدالت دارن متفاوته. و این دقیقاً جمله هستش که دائم ال توی سریال میگه که نه تنها کار لایتو بی عدالتیه، بلکه عدالت یعنی بازداشت کردن لایتو. If Kira gets caught, then that makes him evil. But if he wins and rules the world, then I guess he's justice. حالا اینجا قشنگ تیم سازنده دو تا تفکر سنتی و خیلی مهم در رابطه با عدالت رو به بینندگان خودشون نشون دادن. تفکرات لایتو که داره از افکار افلاطون میاد و تفکرات ال که داره از تفکرات سقراط میادش و دقیقاً دو تفکر کاملا متفاوت با هم دیگن. اما حالا توی سریال تیم سازنده برای اینکه از تفکرات ال حمایت کنن میان و توی صحنه درست قبل از اینکه لایتو ال رو به کشتن بده نشون میدن که ال پای لایتو رو توی
ظرف میشوره، درست مثل مسیح که دقیقا قبل از اینکه یهودا یا همون جوداس بهش خیانت بکنه پاشو توی ظرف شستش. توی تفکرات مسیحیت مسیح در کنار حواریون بودش و یهودا مسیح رو لو میده و مسیح هم از این موضوع اطلاع داره، ولی قبل از اینکه بازداشت بشه پای یهودا رو توی ظرف میشوره. و اینجا هم تو این داستان لایتو مثل حواریون ال بودن، چون یه تیمی از پلیس داشتن دنبال قاتل میگشتن که این وسط لایتو نماد خیانتکار یا همون یهودا بودش که ال رو به کشتن داد. و اصلا موسیقی روی انیمیشن هم که اصلا موسیقی کلیسا بودش اگه دقت کرده باشید. و اینجا هم توی این صحنه دقیقاً ال مثل مسیح به تصویر کشیده شدش که تنها راه این که بتونه حرف خودش رو اثبات بکنه که لایتو گناهکاره این بوده که اجازه بده که اون بکشتش. البته این طور نمادگرایا تنها نمادهای توی داستان نبودن. اونجایی که ناومی همسرش رو روی بازوهای خودش گرفته بود، باز از یکی دیگه از آثار میکلانج الهام گرفته شده بود به اسم پیتا، که تو این تصویر حضرت مریم مسیح رو بعد از به صلیب کشیده شدن روی دستای خودش گرفته. و اینجا میکلانج برای اینکه راه مریم رو و راه حضرت مسیح رو درست نشون بده، اومده و چهره حضرت مریم رو خیلی آروم ساخته تا نشون بده که با اینکه حضرت مریم مثلا غم از دست دادن پسرش رو داره تحمل میکنه، ولی چون به راه خودش ایمان داره صورتش خیلی آرومه. و اینجا اومدن این موضوع رو رعایت کردن و صورت ناومی دقیقا مثل صورت حضرت مریمه. و سازنده‌ها خواستن اینطور نشون بدن که راه ناومی یا همون راه ال راه درست داستان ما هستش. اما جدای از این دو نفر، یه شخصیت بسیار مهمم توی داستان بود که تیم سازنده‌ها خیلی هوشمندانه به داستان اضافهش کرده بودن، یعنی ماتسودا. تیم سازنده ها میدونستن که بیننده هاشون دو گروه میشن. یه عده طرفدار ال میشن و میگن که عدالت یعنی این که لایتو بازداشت بشه و عامل تمام این مرگ ها مجازات بشه. اما ممکن بود که یه عده وجود داشته باشن که طرفدار لایتو میشن و پیش خودشون فکر میکنن که وجود یک دیکتاتور که بالا سر ملت وایس و مثل تفکراتی که افلاطون گفتش عدالت رو تعریف کنه و مردم رو مجبور کنه که عدالت رو رعایت کنن، ممکنه یه عده طرفدار این تفکر بشن. برای همینم تیم سازنده ها اومدن شخصیت ماتسودا رو خلق کردن، کسی که درسته که توی تیم اله ولی ته دلش یه خورده همش میلرزه که نکنه حق با لایتو باشه. و این افکاری که ممکنه به ذهن بعضی از بیننده ها بیاد و از زبون این شخصیت ما میشنویم، این شخصیت الکی ساخته نشده. In the last few days throughout the world, but especially here in Japan, we've observed a dramatic decrease in the number of violent crimes committed. برای همینم بودش که حتما باید آخر داستان لایتو به دست ماتسودا کشته میشد. این اصلا هدف داستان بودش. در اصل قراره این تفکرات توی ذهن اون بیننده ها کشته بشه. حالا جلوتر بهش اشاره میکنم. اما مهمترین چیزی که داستان ما نشون میداد بلایی بودش که این میوه ممنوعه سر آدم ها می آوردش، یعنی اینکه این تفکرات که باید یه آدم رو به جایگاه خدایی برسونیم و این خدا برای ما عدالت رو روی زمین برقرار کنه چه بلایی میتونه سر ملت بیاره. داستان وقتی که شروع میشه ما بیشتر اوقات لایتور میبینیم که یه اسم جعلی برای خودش گذاشته، اسمی که به خودش میگه کیرا. خودش هم قبول داشت که کارا شیطانیه ولی برای هدف نهاییش لازم میدونستش. حالا اینجا داستان ما نشون میده که این افکار حتما برای اجرا شدن نیاز داره تا دستای خودشو به گناه آلوده کنه. اول داستان ما همش شخصیت لایتور میبینیم، گه گداری شخصیت کیرا دیده میشه، ولی هرچی که داستان جلوتر میره ما لایتور رو کمتر میبینیم و بیشتر شخصیت کیرا دیده میشه، به طوری که آخر سریال فقط همین شخصیت شیطانی باقی مونه و اون لایتویی که مثل کبوتر بودش به خاطر این میوه ممنوعه به نحسی تبدیل میشه. و توی طول داستان هم اگه دقت کرده باشید کم کم رنگ چشای این شخصیت تغییر میکنه و تو طول سریال رنگ چشاش عوض میشه و آخر سریال اصلا رنگ چشماش کاملا قرمز رنگه. و اینجا دقیقا مثل فیلم ارباب حلقه ها که نشون میداد چطور قدرت باعث میشه تا آدم ها تغییر کنن، هر کسی رو که اولش برای عدالت میاد کار انجام بده ولی بعد خودش به خاطر این قدرت نابود میشه رو به ما نشون میده. و اتفاقا داستان پوچ بودن این تفکرات رو به شیوه های مختلفی هم ما نشون میده، وقتی که ریوک به خود لایتو میگه که چقدر تفکراتش اشتباهه. مهمترین چیزی که توی داستان نشون داده میشه پایان داستانه که قانون داشتن این میوه ممنوعه رو اینطور میگه که کسی که از دفترچه مرگ استفاده کنه یا از همون میوه ممنوعه استفاده کنه آخر باید اسم خودش داخل این دفترچه مرگ نوشته بشه. و اینو اصلا به عنوان قانون این میوه ممنوعه میگه. و خب دیگه شما الان میدونید که دفترچه مرگ نماد تفکرات افلاطونیه
و هر کس که این فکرها رو بکنه به همون سرنوشتی دچار میشه که کلیسای قرون وسطا دچار شد. قسمت جالب توی داستان این بودش که لایتو دائم فکر میکرد که خیلی خاصه. اصلا مشکلش از همینجا شروع شد. با اینکه ریوک دائم بهش میگفت بابا من اتفاقی اون دفتر انداختم روی زمین، ولی باز لایتو دائم میگفتش چون من خیلی خاصم اون دفترچه رو پیدا کردم. و این اتفاقا تشبیه جالبیه توی داستان که کسایی که اینطور میخوان جامعه رو کنترل کنن، اصلی ترین مشکلشون خود بزرگبینیشونه که فکر میکنن چقدر آدمای خاصی ان، چقدر به قدرت‌های خاصی وابستن. خب خیلی از فیلم‌ها هستن که از این نمادها استفاده میکنن، نماد بین خیر و شر، ولی دفترچه مرگیه پنجره یه تفکر رو روی ذهن شما باز میکنه و این کارو با شما میکنه که اگه همون اولش با پوچه تفکر لایتو آشنا شدی که هیچی، ولی اگر این تفکرات برات پوچ نبودش، به مرور زمان توی داستان عاقبت این میوه ممنوعه رو بهت نشون میده و آخر داستان کاری میکنه که ماتسودا بیاد نتیجه گیری نهایی داستان رو در قالب یه مکالمه قابل فهم به تمام مخاطبا بگه. What was it all for then? What about your dad? What the hell did he die for? یه موضوع دیگه هم که خیلی زیبا داستان بهش اشاره میکنه اینه که هیچ وقت نباید کسی از چشم قانون یا جامعه بتونه پنهان بشه. و قشنگ نشون میده که خیلی از مشکلات بی‌عدالتی توی جوامع وقتی وجود میادش که آدم‌ها میتونن خودشونو از چشم عدالت پنهان کنن، و نشون میده که وقتی آدم‌ها از چشم عدالت پنهان بشن چقدر فاسد میشن. اونجاش خیلی جالب بود که لایتو حافظش پاک میشه و دقیقاً میره زیر کنترل ال قرار میگیره و اینجا لایتو به یه آدم خوب تبدیل میشه و عجیب‌تر اینه که نگاهش به عدالت عوض میشه و تلاش میکنه تا به تیم تجسس کمک بکنه برای پیدا کردن قاتل. ولی به محض اینکه تیم تجسس به این نتیجه میرسن که لایتو قاتل نیستش، بلافاصله ترتیب میده که حافظش دو مرتبه برگرده و دوباره به همون آدم قبلی تبدیل میشه. دوباره مفهوم عدالت توی ذهنش عوض میشه و دوباره میشه همون قاتل قبلی. اتفاقا همین موضوع دقیقاً تو کتاب جمهور اومده. منتها اونجا توی کتاب در اتاق حلقه صحبت میشه دیگه. توی اون کتاب گفته که اگه شما یه حلقه قدرت رو پیدا کنی، باهاش بری با ملکه ازدواج کنی و به پادشاهی برسی، به مراتب آدم خوشحالتری خواهی بود تا اینکه هیچ حلقه‌ای نداشته باشی ولی عدالت رو رعایت کنی. I'm happier than I've ever been, all thanks to this power. I'm going to create a perfect world. بر همینم این پیام مهم داستان اینه که همیشه آدم‌ها باید زیر نظر قانون و عدالت باقی بمونن. نظر شما در اوتو مفهوم عدالت چیه؟ به نظر شما به چی میگن عدالت؟ امیدوارم این داستان دفعه مرگ براتون یه درس عبرتی باشه. هیچ وقت توی زندگیتون پشت کسایی که خودشونو خدای روی زمین میدونن نرید و هیچ وقت هم این میوه ممنوعه رو نخورید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید و اینکه امیدوارم توی زندگی خودتون موفق باشید و خدا نگهدار.